چی غم دارم، دیاری خوبتر از بوستان دارم. قوی از مزفر ایجاد خلقی قهرمان دارم. با بالای سر مرغ سعادت میکند پرواز، زمینی سبز و خورم، آبهای زرفشان دارم. در آغوش وطن فضل و کمال نو به نو یابم. جهان داند که به ظلم و اسارت من جهان دارم. شاعر شیرین کلامی ادبیات معاصر تاجی، قهرمانی تاجیکستان میرزا تورسونزاده، عمری پربرکت و عزیز خویش را صرف ایجادی والا نموده است. استاد با فعالیت پرثمر ایجادی و افکار ادبی و استتیکی خود در ادبیات تاجیک نقش نظررس گذاشته است. او همچون شخصی ذکاوتمند، دارای معرفت بلند، احساس کننده حسن و لطافت و قدر و منزلت سخن، داننده میراث فراوان ادبیات خلق خود نسبت به زندگی نظری می‌گذاشت. میرزا تورسونزاده یکی از شهرتمندترین شاعران ادبیات صده 20 تاجیک است که ایجادیات گرانبهایش سرشار غایه‌های بلند وطن‌دوستی و انسان‌پروری میباشد. سیمای شناخته و شخصیت سرافراخته فرهنگی وی توسط آثار بلندغایه و تلاش‌های صلح‌خواهانه‌اش در دل و دیده مردم تاجیک و اهل ترقی‌خواه عالم مسکن گرفته است. میرزا تورسونزاده 2 می سال 1911 در دهه قره‌تاغ وادی حصار در خاندان دوردگر به دنیا آمده است. او تحصیل را از مکتب دهه آغاز نموده، سپس در یتیمخانه دوشنبه ادامه می‌دهد. سال 1927 او را به دارالمعلمین تاشکند می‌فرستند و سال 1930 تحصیل را در دارالمعلمین به اتمام رسانیده، در روزنامه جوانان تاجیکستان به فعالیت شروع می‌کند. تحصیل در دارالمعلمین و واخوری‌ها با استاد عینی بر این شخصیت‌های فرهنگی در تکمیل جهانبینی و معرفت شناسی تورسونزاده مساعدت کامل نمودند. فعالیت ایجادی این استاد ممتاز سخن از سال 1929 از آچرک نویسی آغاز گردیده است. او در اولین آچرک و حکایه ها و شعر و مقاله های پوبلیسیستیش که در مجموعه بیرق ظفر گرد آمدند، حقیقت واقعی زمان را انعکاس کرده است. تورسونزاده کشف بابا جان غفور خواست، یعنی تا سال 1946 ما تورسونزاده را همچون شاعر، همچون دراماتور، همچون پوبلیسیست که مثلا با ساختمان ها می رفتن در اونجا مقاله های پوبلیسیستی می نویسند دیگر و دیگر، لیکن سال 1946 یک دفعه بابا جان غفوروف که خطیب کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان بودن، استاد تورسونزاده رو به صفت رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفتن و می شود گفت که از سال 1946 به بعد اتفاق نویسندگان همچون یک اتفاق بسیار باصلاحیت در تاجیکستان و در تمام سرزمین شوروی یعنی مشهور گردید، آوازه‌دار گردید. سال 1947 در حیات میرزا تورسونزاده دو واقعه مهم به وقوع پیوسته باعث به مرحله نوی ایجادی قدم گذاشتن او شدند. در سال 1947 می نویسد تورسونزاده، مرا به دپوتات سویت اولی SSR انتخاب کردند. در همین سال به من خوشبختی پیش آمد که در هیئت دلیگاسیای سویتی به هندوستان به کنفرانسیای یکومی مملکت های آسیا رخت سفر بندم. از همان وقت موضوع شرق بیدار شونده ماهیت اساسی ایجادیات من گردید. پس از سفر نخستین تورسونزاده به هندوستان و اشتراکش در کنفرانسیای نویسندگان مملکت های آسیا و افریقا، در ایجادیات او و نظم تاجیک دیگرگونی های نظررس به عمل آمدند. سلسله شعرهای قصه هندوستان که به شاعر شهرت جهانی آورد، ثمره همین سفر یک ماهه او به هندوستان بود. این اثر گویا به عالم نظم عنعنوی رخنه زده، راه نوی به این تاریخ گشود. به این مناسبت و در ارتباط با سلسله شعرهای نوی تورسونزاده، نویسنده معروف روس
لئونوف چنین نگاشته بود. هنگامی گشته و برگشته مطالعه کردن شعرهای هندوستانی میرزا تورسونزاده که در آنها خصلت‌های نظم ریالیستانه سوئتی، نظم پر از غایه‌های بزرگ سیاسی، پر از شدت احساسات و هیجان روحی، نظم مبارز فعال راه صلح و سعادت آدمان عادی خیلی خوب جمع آمده است. ما درباره خلقی که چنین شاعران و چنین ادبیات را آفریده است با مینداری فکر میکنیم. در تورسونزاده انعنه اولادیشون است. انعنه اولادی است که باید عمکش عبدالرزاق مثلا شعر میگوید. اولین بار پرچوی شعری عمکش را میخوند. بعد مادرش که بسیار چیور بود، زنی هنرمند بود، وقتی که دوگانه هایش را در خونه جمع میکردن، حافظ خونه میکردن، این بچه خورسال به همونو گوش میداد. ببینید که همینو از نگاه روانشناسی در همون 4 سالگی 5 سالگی با تورسونزاده یعنی تاثیر وارد میکرد. از این که مثلا در اویله تورسونزاده با تورسونزاده نام میرزا رو میدین، معنیش همین که این آدم آینده نویسنده شود، شاعر شود، میرزا شود. یعنی میرزا تورسونزاده نامش از خودش بود، نامش از خودش بود. نثر هم داشت، شعر هم داشت، بسیار اثرهای درامایی جالب هم نوشته بود، داستان های بسیار جالب نوشته بود و این چیز. لیکن بعد از همین قصه هندوستان شهرت جهانی تورسونزاده بیشتر میشه. راجع به میرزا تورسونزاده و ایجادیات او، شخصیت های برجسته زیاده از 4000 مقاله و یادداشت انشا کرده اند که آنها استاد را شناسنامه تاجیکستان، جان آدم، شاعری دلها، داننده به امثال فرهنگ شرق، منادی صلح و دوستی، منیفست خلقهای آسیا و افریقا، دوام دهنده نظم هزار ساله خلق خود، شاعری شهیر نامیدند. قهرمان تاجیکستان علامه باباجان غفوروف با نام و کار میرزا تورسونزاده فخر میکرد. شهرت و شفقت فرهنگ ملی را در خارجه به اون نسبت میداد. او نوشته بود: شما در حقیقت وارث ارزنده و قانونی گنجینه بزرگ نظم هزار ساله خلقمان، شرف و افتخار ادبیات تاجیک میباشد که صدای شما آرزوی و امیدهای تمام آدمان شرق بیدار شده را افاده میکند. بگذار استعداد درخشان و بزرگ شما، سخنان الهام بخش شما همیشه دل میلیون ها خوانندگان را در ساحل های وخش و گنگ، لیدزال و نیل، ولگا و کنگو شاد گرداند. در حقیقت محبتی که مردم ما نسبت شاعر خلق داشت به اندازه بود. هر سفری او به گوشه و کنار تاجیکستان برای مردم عادی توی بود. پیرو برنا به هم آمده با خوشحالی شعرخوانی میکردن. یک بیت را شاعر میگوید و از حرف آخری سطر دویم بیت باید کسی دیگر شروع کند و کسی که نیافت بیت را ملزم میشود و یعنی بای میکرد. از کسی مشاعره بیرون کرده میشود. اکنون ما امروز همه هیچ کس را اینجا نمیخواییم بیرون کنیم. والا و شایدهای تو این دیدی حیران من، این دیدی حیران من، والا و شایدهای تو وقتی خود میدمد نسیم بهار گلدارد زیالی گلدار روزی که فلک خواهد مرا نام بلاوی بخواست که من مایل ابرویی تو باشم. میرزا تورسونزاده با ایجاد اثرهای بلند مضمونش به دل مردم راه می‌یافت و در دلها معوا می‌گرفت. جان و دلش هم صدای هر تاجیک بود. او با آنها کفکوبی می‌کرد. رقص‌های بمانند مردانه‌اش دلها را به شور می‌آورد. خلق بر شعری تر و برگرمی دیداری او چون به اقلیم وطن بسیار عادت کرده بود. هر کجای بود تورسونزاده میرزا خلق بود، هر کجای خلق بود میرزای تورسونزاده بود. فعالیت اجادی تورسونزاده گوناگون ژانر باشد هم، در شعر پرحرارتش که ژانر اساسی اجادیات اوست، حقیقت واقعی زمان و انسان تصویر یافته است. و هرچی که در روزگار 66 ساله خود به دست آورده است، از آنجا بوده است که خود را به روح ملت آمیزش داده
در گفته هایش انسان را وصف کرده است. شاعر همیشه کوشش نموده است که انسان را فردوسی‌وار و حافظ‌وار شناسد. از اینجاست که او به بزرگان ادبیات توجه نهایت زیاد داشت. ساروان آیستران کرام جانم می رود، من دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. در رفتنی جان از بدن گویند هر نوعی سخن. شاعران معروف تاجیکستان، دوستان، همقلمان، شاگردان و عاشقان ایجادیات استاد تورسون‌زاده در باره او مقام والای سخنوری و انسان دوستی بزرگ از شعرهای ایجاد نموده به او بخشیدند. ایجادیات رنگین و پرمضمون و خدمتهای بزرگ جمعیتی استاد میرزا تورسون‌زاده با مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، مکافات دولتی اتحاد شوروی، مکافات لنینی، مکافات بین الخلقه جواهرلال نهرو و مکافات عالی قهرمان تاجیکستان و ده ها عنوان دیگر قدرشناسی کرده شده است. استاد میرزا تورسون‌زاده از زمره آن اربابان فرهنگ جهانی است که حیات و ایجادیاتش تا واپسی نفس صرف خدمت جامعه بود. زندگی و فکر و اندیشه های نجیبانه وی از فعالیت هر روزه خلق محبوبش، کارنامه ها، دلاوری ها و پیروزی های بی‌نظیر آن سرچشمه می گرفت.